من کبیرم خیس بارونم کن کربلا دوباره مهمونم کن من کبیرم خیس بارونم کن دوست دارم به سوی تو سفر کنم دوست دارم ز غیر تو حسر کنم دوست دارم تو این شبای عاشقی همه عشقم و با تو سر کنم کربلا دوباره مهمونم کن من کبیرم خیس بارونم کن کربلا دوباره مهمونم کن من کبیرم خیس بارونم کن دل اسیر نفس اماره شده وای که تسبیح دعام آره شده نگاه کن بنده رو سیاه تو دل این شب آواره شده کربلا دوباره مهمونم کن من کبیرم خیس بارونم کن کربلا دوباره مهمونم کن من کبیرم خیس بارونم کن میدونم که خیلی بنده بدم از کس دیگه به جز تو دم زدم التماست میکنم به این شبا ای خدای مهربون نکن ردم کربلا دوباره مهمونم کن من کبیرم خیس بارونم کن کربلا دوباره مهمونم کن من کبیرم خیس بارونم کن سلام بر سلام که نام توست ای زیباترین عالم سلام بر سلام که نام توست ای زیباترین عالم سلام بر ارباب خوبی ها آقای مهربانی آقا امام حسین علیه السلام سلام بر ارباب آب و ادب آقای وفا آقا ابوالفضل عباس علیه السلام سلام بر بانوی صبر و ایثار بانوی برای تمامی لحظات حضرت زینب سلام سلام بر بین الحرمین سلام بر این دشت آلاله ها سلام بر این دشت شقایق ها سلام بر فرشتگان حرم امن عشق سلام بر ملائک مقرب درگاه عشق سلام بر خادمان و زائران حرم ارباب خوبی ها آقای مهربانی آقا امام حسین علیه السلام سلام بر آقای منتظر آقای انتظار
آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام، سلامی به وسعت بیکران، به آبی آسمان، به زلالی چشمه، به سفیدی دلهای قشنگتون، به زلالی چشمهای مهربونتون. خوش آمدین به دوباره مهمونی. اینجا ما در کنار بین الحرمین، در کنار حرم و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام، کنار حرم و بارگاه آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، مهمان خانه های گرم شما هستیم. همه ما مهمان سفره خدای بزرگ و مهربان هستیم و همچنین مهمان سفره کرم آقا امام حسین علیه السلام. خوش آمدید به این لحظه، به این ثانیه، ثانیه هایی که به غروب جمعه نزدیک است و ما هنوز چشم انتظاریم، چشم انتظار حضور آقا و مولامون صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. و چه بسا این که دلهامون روزه است، زبانهامون روزه است، چشمهامون روزه است و از خدای بزرگ و مهربان عاجزانه التماس بکنیم خدای بزرگ مهربانیت رو بر ما کامل کن. و همین الان و همین لحظه آقامون، مولامون، صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو به ما نشون بده. ان شاء الله که همین طور خواهد شد. دستاتون رو بیارید بالا، دستاتون رو بیارید بالا و از اعماق وجودتون این درخواست رو از خدای بزرگ و مهربان بکنید. با زبانهای روزه، با دلهای روزه، با چشمهای روزه مسلم خدای نگاه ویژه‌ای به ما خواهد کرد. پس دستا رو بیارین بالا. اللهم عجل لولیک الفرج. خوش آمدید به دوباره مهمونی. دوستان خوبم، من یه تبریک دیگه بگم اول به دوستای گل و نازنینمون که روز اولی هستن، یعنی اولین روزهای ماه رمضان هم، ماه مبارک رمضان هم من این رو تبریک گفتم به همه شما خوبانی که روز اولی هستید. میدونم روزهای قشنگی رو دارید تجربه میکنید، لحظات بسیار دلچسب و قشنگی رو تجربه می‌کنید، مخصوصاً افطارها، سحرها، دور هم بودنها و دعاها و راز و نیازها. مطمئنم، چرا که خودم تجربه کردم و
توی اون روزهای روز اولی که میگم تو ذهنتون خواهد ماند و تا ابد شما ازش یاد خواهید کرد، مسلم همینطوره. توی اون سال خیلی خیلی به من خوش گذشت، خونه مادر بزرگ کنار حوض و عصرها و افطارها و سحرها چقدر لذت بخش بود و دوست داشتنی. جای همه شما خالی بود، پر بود از محبت، مهربانی، لطافت و همه خوبی هایی که شما دنبالش هستید اون موقع اونجا بود و ما حقیقتا لذت می بردیم و خوش به حالمون و خوش به حالمون که الان اینجا هستیم، خوش به حال اون موقعمون و خوش به حالمون که الان اینجا هستیم در کنار حرم و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام و همچنین حرم و بارگاه آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. اما معنای خوشبختی این نیست که همه چیز داشته باشیم. خوشبختی یعنی این که به خاطر اون چیزهایی که داریم شکرگزار باشیم. خوشبختی اینه که هر چی را که داریم شکرگزار باشیم. ما نفس میکشیم، راه میریم، حرف میزنیم، آقا امام حسین علیه السلام رو داریم، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام رو داریم، 14 نور مقدس رو داریم. شکرگزار باشیم، شکرگزار چیزهایی که داریم باشیم، مسلماً خوشبخت هستیم. بیایم و به خاطر داشته هامون سپاسگزار خداوند باشیم و این لحظاتی که توش قوته‌ور هستیم، این لحظاتی که خدای بزرگ و مهربان ما رو دعوت کرده سر سفره مهربانیش و داره میگه آقا بیاین سر سفره مهربانی من و تا به شما هر آنچه را که میخواین بهتون بدم. اینجا درهای آسمان باز است، فرشته ها بر زمین میآیند و همه عبادت ها و مهربانی های شما رو به عرش خدا میبرند و بردن این همه خوبی های شما به عرش خدا مسلماً برای شما نتیجه بخش خواهد بود، مسلماً برای شما ارزشمند خواهد بود. آنجا که وقتی میرین برای حساب کتاب، وقت بگید ما یه شبهایی رو خدا بهمون وعده داده بود، یه شبهایی بود که خدا بهمون گفته بود اگر بیای سراغ من درهای رحمتم به روی تو بازه، یاداوری میکنیم. پس استفاده بکنیم از لحظاتمون، از ثانیه ثانیه‌ای که در این روزها و لحظات داریم سپری میکنیم. ما رو هم دعا کنید. من اینجا روبروی باب القبله آقا امام حسین علیه السلام هستم و به نیابت همه شما خوبان، همه شما مهربان ها که میدونم دلتون پر میزنه اینجا حضور داشته باشین و سرخم بکنید، سرخم میکنم، دست بر سینه میذارم و سلام میدم به ارباب مهربانمون آقا امام حسین علیه السلام. امیدوارم که اینجا حضور پیدا بکنید و این کار رو خودتون انجام بدین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم، انشالله که در این فضا قرار بگیرید. این فضا واقعا دلچسبه، واقعا زیباست، یعنی انگار که در بهشت قدم گذاشتین. اینجا پر از عاشقانه هاست، پر از مهربانی هاست، مردم دسته دسته کنار این گوشه نشستن و همه مهربونی هاشون رو دارن تقدیم آقا امام حسین علیه السلام میکنن و خودشون رو، یعنی تمام انرژی های مثبتشون رو از آقا امام حسین علیه السلام میگیرن. آقا امام حسین هم مهربانانه آغوشش رو باز کرده و میگه دلتنگی، غریبی، بی کسی، بیا من اینجا هستم، دلتنگی هاتو به من بده، دلواپسی هاتو به من بده و من تو رو دوست دارم. آغوش امام حسین علیه السلام بازه به روی همه شما خوبان، به روی همه شما مهربان ها. اینجا باب القبله است، قبله آقا امام حسین علیه السلام، زری و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام، شیش گوشه آقا امام حسین علیه السلام که شما آرزوی دیدنش رو دارین، دلتون پر میزنه که اینجا حضور داشته باشید، اینجاست. و من باز هم به نیابت شما که میدونم دوست دارید سرخم میکنم، دست بر سینه میذارم و سلام میدم به اربابم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
نایب وزیره همه شما هستم. صدات قطع و وصل میشم. سلام و درود میگم خدمت شما خوبان، زیارتتون قبول باشه انشالله. این تصاویر رو که دیدید مال پارسال بود و من حیف اومد که شما خوبان ازش استفاده نکنید و از این لحظه ناب و دوست داشتنی استفاده نکنید. باب القبله آقا امام حسین علیه السلام، ورودی اونجایی که گفتم، یک روایت بسیار زیبایی هست در همین مورد باب القبله که میگن آبشاری هست، آبگونه‌ای هست که به چشم دیده نمیشه، اما هر کس ازش عبور بکنه تمام گناهانش بخشیده میشه، انگار شسته میشه و مشرف میشه خدمت آقا امام حسین علیه السلام. انشاءالله قسمت تک تک شما خوبان بشه و در این فضا و در این مکان قرار بگیرید. اما امروز روز جمعه است و مخصوص آقامون، مولامون، آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. خوبه که درد دل بکنیم، حرف بزنیم با مولامون، اربابمون، آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. چه شکننده است برای من که غمی تو را و نه مرا بیازارد، اندوهی تو را و نه مرا احاطه کند و هیچ صدایی از من به تو نرسد و فریاد و شکوایی از من به گوش تو آشنا نگردد. جانم فدای تو مولای مهربانم، جانم فدای تو ای غایبی که ظهور به تو معنا می شود و وجود از تو تجسم می یابد و دلهای ما همارا کنده از حضور حیات بخش توست. مولای مهربانم، آقای من، جانم فدای تو ای دور از وطنی که خود موطن مایی، جانم فدای تو ای دور از وطنی که خود موطن مایی، وطن حیات بیتاب توست، بیتاب توست و تو روح این تنهایی بیقراری، روح این تنهایی بیقراری. جانم فدای تو ای والاترین آرزوی هر مشتاق، ای برترین تمنای هر مؤمن، ای زیباترین اجابت هر قنوت. جانم فدای تو، جانم فدای تو مولای مهربانم، ای پیچیده در عزتی بی نظیر، ای گره خورده با کرامتی بی مثال. جانم، جان ناقابلم فدای تو، عزیزتر از جانم. پس کی میایی؟ کی حضور گرم و صمیمانت را به ما می نمایانی؟ بیا که دل بیقرار است، نه پشتیمان دست و نه مشتی. بیا که بیقرار توییم مولا جان، بیا. اللهم عجل لوليك الفرج. به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم. بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم. بیا. هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو
تو محراب حیدر محرم صفر تو پاهای زخمی روشنهای داغ غریبی اسیری همون اتفاق چقدر کینه دارن هنوز از قدیم بیا انتقام خدا رو بگی ببین چی گذشته تو این انتظار بیا روی این زخم مرهم بذار چیه کول بارم تو این زندگی به جز حسرت و بغض و شرمندگی دارم ادعا می کنم با تو ام شاید این فقط حرفه و ادعا نمیدونم این چندمین جمعه بود خدا شاهد درد دارم بیا به من ره کن بیقرارم بیا کجا بغضم و جا بذارم بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود حساب زمانو ندارم بیا حساب زمانو ندارم بیا خیلی خیلی خوش آمدین به دوباره مهمونی. بسیار خوشحالیم که مهمان خانه های گرم شما خوبان هستیم. تو پلاتوی قبلی یا تو قسمت قبلی یک کم صدای من داشتم با اتاق فرمان صحبت میکردم به خاطر اینکه قطع شد نمیشنیدم مشکلات فنی پیش اومد. حالا به هر حال عذرخواهی میکنم از این بابت. اما چیزی که هست اینه که چند وقت پیش یه سری مشکلات داشتم. رفتم پیش مادرم با مادرم نشستم و حسابی صحبت کردم من هی حرف میزدم و مادرم فقط گوش میکرد از مشکلات زیادی که داشتم از غم و غصه هایی که داشتم برای مادرم میگفتم میگفتم این مشکل دارم این گرفتاری دارم اینجوری شده اونطوری شده یه سری از این حرفایی که مسلما همه ما گاهی وقتا میریم برای مادرامون درد دل میکنیم حالا من منتظر بودم که مادرم یه جوابی به من بده، یه حرفی بزنه، یه دلداری بده بگه که باشه درست میشه ولی هیچی نمیگفت فقط گوش میکرد من به شدت ناراحت شدم و تعجب کردم که چرا مادرم هیچی نمیگه گذشت، من خوب خودم رو خالی کردم، حرفامو زدم بعد از یه مدتی که گذشت سکوت، در سکوت گذشت، مادرم در اومد گفتش که این مشکلاتی که تو میگی هیچ کدومش حل شدنی نیست من یه خورده ناراحت شدم گفتم آخه چطور ممکنه چطور هیچ کدومش حل شدنی نیست گفت به خاطر اینکه تو یه مشکل خیلی بزرگتر از این مشکلات داری گفتم اون مشکل چیه گفتش به خاطر اینکه تو نگاهت رو عوض نمی کنی زندگی یعنی مشکلات اگر که زندگی همراه با مشکلات نباشه تو انگار از زندگی فرار کردی بنابراین زندگی همراه با مشکلاته باید تو یه راهی پیدا بکنی که از این مشکلات نجات پیدا بکنی وقتی نگاهت رو عوض کردی دیدگاهت رو عوض کردی مشکلات هم خودشون حل میشن پس بیا یه کاری بکن و از این موقعیت استفاده بکن تا بتونی زندگیت رو به جریان بندازی و مشکلاتت رو حل بکنی
اگه قرار باشه همه چی گل و بلبل باشه که نمیشه که. بنابراین یک سری مشکلات هم هست. حالا اون کسی که خیلی زندگی عادی دارد و نمیدونم وضعیت مادی مناسبی دارد و هر چیز دیگری، اون هم تو زندگیش مشکلاتی داره و هر کسی توی زندگی خودش شخصی خودش یه سری مشکلات داره. اون کسی مدیره، اون کسی قابله، اون کسی میتونه زندگی خوب و خوشبختی داشته باشه که چی؟ که بتونه درست مدیریت بکنه و تو اون موقعیت و بتونه خودش رو از اون مشکلات نجات بده. دیدم مادرم خیلی داره درست میگه. تصمیم گرفتم که زندگیم رو یک شکل دیگری بهش بدم. نگاهم رو عوض بکنم. و نگاهم رو عوض کردم. وقتی نگاهم رو عوض کردم دیدم نه، اصلا اینا مشکل نبوده. اینا یه سری تخیلات ذهنی من بوده که باعث شده برای خودم یک قول بزرگی درست بکنم. پس بیایم زندگی هامون رو یه جور دیگه نگاه کنیم. جور دیگر باید دید. و چون جور دیگری باید دید، مسلماً زندگی شما هم به شکل دیگری خواهد شد و درها به روی شما یک به یک باز خواهد شد. اما یه مطلب، و اونم توکل، توسله. توکل به خدای بزرگ و مهربان و توسل به 14 نور مقدس مسلم به ما کمک میکنه. یک آسانسوریه که ما رو مستقیم میرسونه به اون خواسته‌ای که داریم. مثلا تصور کنید داریم یک سری پله رو، پله مشکلات رو بالا میریم. خب این پله مشکلات رو خودمون تنهایی داریم میریم بالا. حالا اگر بیایم توسل کنیم و توکل کنیم به خدای بزرگ و توسل کنیم به ائمه و 14 نور مقدس، سوار آسانسوره میشیم میریم بالا. چقدر قشنگه؟ مخصوصا الان تو این موقعیته، تو این فضایی که هستیم، توی این روزای قشنگ، توی ماه مبارک رمضان که سفره خدا پهنه و همه ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. پس بیایم از آسانسور بریم بالا. پله ها رو یکی یکی بالا نریم. آسانسوره به ما خیلی کمک میکنه. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روزتون قبول باشه ان شاء الله. در این قسمت برنامه روزه و تندرستی، بعد از افطار کردن یا در حال افطار کردن، غذامون چیه تو وعده افطار؟ غذاهای مختلف. واقعا یه چیزی هست تو ذهن میاد که آدم روزه گشنه میشه، تشنه میشه، در حال تشنگی و در حال گرسنگی. هورمون‌های مختلف تو بدن کار میکنه، فکر آدم منجذب میشه یا میره فقط دنبال غذا، دنبال مایعات. این چیز بدن نیاز داره، این چیز طبیعیه، این چیز طبیعیه. من سردمه، نیاز دارم به لباس، باید میگردم دنبال لباس که لباس میپوشم. گشنمه، باید غذا میخورم. تشنمه، باید مایعات میل میکنم. گرممه، باید یه جای خنک برم. این چیز طبیعیه. اینجا در حال گرسنگی یا در حال تشنگی مغزمون منجذب میشه فقط دنبال این چیزها که نیاز به بدنمون، غذا نیاز به بدنمون. الان اشتها بیشتر، اشتهامون باز میشه، میگیم تو فکرمون، میگیم الان فقط میاد افطار، وقت افطار، باید میخورم این غذا، این غذا، این غذا، این غذا، نمیدن چی، غذاهای مختلف. خانوم ها واقعا غذاهای مختلف درست میکنن تو خونه. این ماه، ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، مواسات، ماه مواسات و فقرا، نه ماه اسراف، نه ماه هر چیزی که بود میاریم میذاریم رو سفره، نمیتونیم میخوریم ازش، بعدا میره سطل اشغالی. این درست نیست. این توصیه اسلام نیست. این توصیه پیغمبر و اهل بیت نیست. گشت نمیشیم که احساس، تا احساس میکنیم به فقیر، فقرا که نیاز دارن، غذا ندارن، چی میکشن. یک وعده، غذا ما معدمون
نمیتونه هر چیزی که میخوایم میخوریم بیشتر از 300 تا 500 گرام بیشترش نمیتونیم میخوریم. خب الان خانوم ها در آشپزخونه حلوا، فرنی، غذای مختلف، برنجی های مختلف، خورشت های مختلف، سالاد های مختلف، آب میوه های مختلف، این خودشون 3 نفر 4 نفر هستن، بیشترش 5 نفر نمیگیم بیشتر. خب یک سفره که میندازن برای 20 نفر کافیه. خب این اسراف، نصف این غذا، نصف این غذا رفت میندازن دور، سطل اشغالی حیف میشه، میل نمیشه این غذا، نصفش 10 تا 25 هم نمیرسه، 10 تا 20% مصرف میشه از این غذا. 20% تا 30% رفت حفظ میشه تو یخچال برای افطار یا برای روز بعدی. این غذا 50% از این غذا، ببخشیم 50% از این غذاها رفت حیف میشه، اسراف میشه، رفت میره تو سطل اشغالی. این یکی از گناهای بزرگ که غذا میندازیم سطل اشغالی میره دور. این غذا خیلی ها نیاز دارن، اگر تو ایران نیستن تو شهرهای دیگه ایران هستن، اگر تو همون شهر نباشن، تو همون شهر نباشن، تو همون کشور نباشن، کشورهای دیگه نیاز دارن. بهترین چیزی در ماه رمضان صدقه. در قرآن مرده چخت آدمی میره میگه صحبت میکنه با خود، ارجعونی لعلی اصدق، میگه برگردونین من، فقط میخوام صدقه میدم. خب خواص صدقه چیه اینجا؟ در ماه رمضان بهترین اعمال صدقه، بهترین اعمال صدقه. و همین نحو که آدم اگر نمیتونه روزه میگیره باید کفاره میده، یعنی صدقه باید میده، کفاره باید میده. یک وعده از غذاهاتون که باید یا اسراف میکنین یا خیلی کم میخورین ازش، این به فقرا بدین، این به فقرا بدین، این بهترین راهه کسب ثواب. ثواب آدم افطار میکنه اگر شما افطار میدی، یعنی شما افطار دادی به کسی، الان نیم خورما یه تیکه نون قدری دادی برای ثواب، ثواب اون روز اون آدم که روزه گرفته، همون ثواب که گرفت خودش حاصل کرد، شما هم حاصل کردی. کفاره دنیا و آخرت 70 آتش خاموش میکنه در روز قیامت. 1000 بلا در روز دین در دنیا دفع میکنه این صدقه، 1000 بلا در آخرت دفع میکنه. ببین چقدر بلاها پس پشت سرمون هست. انشاءالله تو صحبت، تو قسمت برنامه، تو قسمت بعدی برنامه توضیح میدیم بابت افطار انشاءالله. التماس دعا داریم یا علی. خیلی خیلی خوش آمدید به دوباره مهمونی. اینجا سفره رحمت خداوند، سفره رحمت آقا امام حسین علیه السلام پهنه. خوش آمدید و امیدوارم از این لحظات و از این ثانیه ها استفاده و حظ معنوی رو ببرید. دوستان خوبم، همطور که میبینید من قبلا هم توضیح دادم راجع به این ویلچر، گفتم که ما دورورمون یه سری آدم‌هایی داریم که نیاز به محبت دارند، نیاز به دلجویی دارند، نیاز هست که بریم سراغشون، بریم در خونه هاشون ازشون دلجویی بکنیم. بزرگترامون، پدرها، مادرها، ممکنه خواهری، برادری، دوستی، همسایه‌ای باشد که نیاز داره ما بهش کمک کنیم، نیاز هست که ما دستش رو بگیریم. اگر ما دست زمین افتاده ای رو بگیریم، مسلماً خداوند نگاه ویژه‌ای به ما خواهد کرد.
حالا من این یک به گونه‌ای سمبوله، به گونه‌ای نشانه است. نشانه اینه که آقا بیا یه نگاهی بکن ببین آیا تو فامیلت، تو دوستانت، تو همکارانت کسی هست که نیاز به کمک داشته باشه. حالا حتما کمک جسمی نیست، کمک معنوی، کمک مادی، کمک‌های دیگر، هر کمکی که از دستت برمیاد انجام بده. مطمئن باش خداوند برای تو بیش از اون که فکر میکنی خواهد نوشت. خود خدا وعده داده، وعده داده اگر یک دانه بکاری 70 دانه به تو خواهم داد. پس بیایم دانه های عشقمون رو پراکنده بکنیم، دانه های مهربانیمون رو پراکنده بکنیم تا هزاران هزار دانه برای ما رشد کنه توی فضا، توی مکان، توی همه چی فوران بکنه. انشالله که همینطور خواهد. اما اگر خاطرتون باشه ما برای شما یک پیشنهاد دادیم، در حقیقت یک سوال بود که این که اگر آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو ببینید بهش چی میگید؟ برای ما به صورت یک نامه بنویسید، شماره‌ای که الان داره زیر نویس میشه. این شماره شماره دوباره مهمانیه، این شماره رو یادداشت بکنید و از طریق تلگرام میتونید برای ما پیغام بذارید، عکس بذارید. راستی من از یه دوستی میخوام خیلی تشکر بکنم، دوستی از نروژ به اسم کامبیز عزیز، کامبیز مهربون، کامبیز دوست داشتنی، کامبیز خیلی لطف داری مهربون، از اینکه لطف کردی برای من پیغام فرستادی، پیغام تصویری فرستادی توی اون کشور و برای ما این برای من افتخاره که دوستانی مثل شما یادی از من میکنن و مهربانی میکنن. و اون پیام تصویری تو حقیقتش من میخواستم پخشش بکنم اما گذاشتم چند تا پیام دیگه هم با هم دیگه بیاد و انشالله بتونیم با هم اونا رو با هم دیگه پخش بکنیم. باز هم پیام های قشنگت رو برای ما بفرست و همه دوستانی که در هر جای این کره خاکی که هستن، حالا نروژ، هلند، نمیدونم هر جایی که هستین، برای ما حالا یا به صورت تصویر یا عکس بفرستین. این دوست خوبمون، حالا من برای بیننده های محترم عرض میکنم، برای من تو یک پیغام تصویری فرستاده بود که من یک تلویزیون دارم، یک تلویزیون مخصوص دارم توی خونم که فقط مال شبکه امام حسینه و فقط روی کانال امام حسینه و فقط آقا امام حسین رو مشاهده میکنم. و چیزی که هست اینه که حالا همه دوستانی که این حس و حال قشنگ رو دارن، این لحظات ناب و دوست داشتنی رو دادن، بهشون تبریک میگم، چون خداوند این محبت رو به همه کس نمیده، واقعا نمیده. محبت و عشق آقا امام حسین علیه السلام رو به همه کس نمیدند، همه کس رو سر این سفره راه نمیدند. و خوش به حال تو که سر این سفره عشق و محبت هستی. کامبیز جان ممنونتم، بازم برامون تصویر بفرست، پیغام بفرست، خوشحال میشیم. از فرزندانتون برای ما عکس بفرستید، از پدرانتون، مادرانتون، از بفرستید اونایی که به رحمت خدا رفتن، ما اینجا عکسشون رو پخش میکنیم و انشالله اینجا در این فضا و در این مکان روحشون به آرامش برسه. پس ما منتظر تصویرها و پیغامها و اون نامه‌ای که گفتم به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هستیم. خیلی خوش اومدید. پس یادتون نره برامون نامه بنویسید، یعنی برای ما نمی نویسید، برای آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نامه بنویسید، دلنوشته هاتون، عاشقانه هاتون رو بفرستید و ما اینجا بلند بلند برای آقا امام حسین می خوانیم و از توی بهترین هاشون که همشون بهترینن، از توی بهترین هاشون انتخاب خواهیم کرد و انشالله جوایزی به رسم یاد بود خواهیم داد. اما
وقتی ما به دنبال این هستیم که دردی از دیگران برطرف بکنیم، یک اتفاقی در درون خودمون میفته و اونم اینه که داریم درد درون خودمون رو برطرف میکنیم. خیلی جالبه، یه خورده بهش فکر بکنید. وقتی شما میرید دست یه دوستی رو میگیرید، دست یه فامیل رو، دست هر کسی، هر اتفاقی، مثلا یک پیرزنی از یک خیابونی رد میشه، شما میرید کمکش میکنید که از خیابون رد بشه، این درونتون به یک آرامش میرسه. چقدر قشنگه، چقدر دوست داشتنیه. وقتی که اون به آرامش میرسه، وقتی اون به آسودگی خیال میرسه، انگار شما به آسودگی خیال رسیدید. اما اگر که من، مال من، منیت توی قصه اضافه شد، میشه خودخواهی، میشه یه چیز بد، میشه یه چیزی که به نتیجه نمیرسه و نه آسودگی توش هست، نه آرامش توش هست. اما اگر که نگاه خدایی توش بود، پر میشه از مهربانی، پر میشه از زیبایی، پر میشه از همه خوبی هایی که شما دنبالش هستید. بیایم این ریشه های محکم عشق رو در درونمون، در وجودمون مستحکمش بکنیم، با توکل و توسل و حضور و حضور و ظهور خداوند در وجودمون محکمش بکنیم، قویش بکنیم، و اون وقت پر میشیم از خدا. اون وقت رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. مسلم همینطور خواهد بود. بریم یه مقداری از زیبایی های دنیا رو ببینیم، برمیگردیم. خیلی خیلی خوش آمدید به دوباره مهمانی. همونطور که وعده کرده بودیم و شما مهربونه برای ما عکس فرستادید، امشب هم میخواییم عکس یک پیر غلام دیگری رو پخش بکنیم که انشالله روحش با آقا امام حسین علیه السلام، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، با شهدای کربلا محشور بشه. من از دوست خوبم میخوام که عکس پیر غلام امشب رو پخش بکنن تا انشالله با هم دیگه براشون صلواتی بفرستیم. پخش بکنید دوست خوبم اسم بله. ایشون مرحوم خادم الحسین سید علی
میر شجاع نثار، خداوند روحشون رو قرین رحمت و مهربانی خودش بکنه و همچنین محشور بشن با آقا امام حسین علیه السلام و همچنین آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. برای همه رفتگان خاک صلواتی میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما خوبان من گفته بودم که عکس بچه‌هاتونم بفرستین. خیلی ممنونتونم، خیلی سپاسگزارم که عکس فرزندانتون رو هم برای ما فرستادین. دیروز یه قسمتشو پخش کردیم، باز هم امروز یه قسمت دیگر از عکس‌های فرزندان شما خوبان رو پخش می‌کنیم. ما منتظر عکس‌های شما هستیم، عکس فرزندان، پدران، مادرانتون و همچنین عکس سفره‌های افطارتون. کنار سفره‌های افطارتون دست جمعی خانوادگی بشینید و یه عکس بگیرید و برای ما بفرستید که در این فضا و در این مکان انشالله پخشش بکنیم. بریم عاشقانه‌های شما رو ببینیم و برگردیم. امشب یعنی الان که دیگه داره غروب میشه، روز چهارم ماه مبارک رمضان هم تمام میشه و ما اینجا کنار حرم و بارگاه آقا ابوالفضل عباس، آقا امام حسین علیه السلام، دعاگوی تک تک شما خوبان هستیم و من این قول رو دادم و باز هم میدم، هر شب به نیابت شما خوبان حرمین مشرف میشم و دست بر سینه میذارم و سرخم میکنم. الان همین کار رو میکنم به نیابت تمام شما خوبان. پس بیایید همراه من دست بر سینه بذارید و سرخم بکنید رو به سوی آقا امام حسین علیه السلام و سلام بدید، سلامی با عشق بدید، با مهربانی بدید، با همه وجودتون سلام بدید تا انشاءالله پاسخش رو مسلماً خواهید شنید. دست بذارید بر سینه و سرخم کنید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سر می چرخانیم به سمت حرم و بارگاه آقا ابوالفضل عباس علیه السلام و سلامی از گرمای وجودمون خدمت آقا ابوالفضل عباس می دیم. صلی الله علیک یا ابوالفضل عباس، صلی الله علیک یا ابوالفضل عباس، صلی الله علیک یا ابن امیر المومنین یا ابن حیدر. می دونید چرا؟ چون آقا ابوالفضل عباس خیلی دوست دارن وقتی بهشون میگیم یبن حیدر. انشاءالله که شما هم با اسم یبن حیدر صداشون بزنید و با تمام وجودتون حسش بکنید. دوستان خوبم، این لحظات رو میخوایم بریم به سمت خدای بزرگ و مهربان، حالا که دلها آماده است تا انشاءالله روح و جانتون رو به همراه این ثانیه ها و این لحظات پر بکنید از عشق و مهربانی. خوبه که مناجاتی داشته باشیم، زمزمه‌ای بکنیم با خدای بزرگ و مهربان و دلهامون رو بدیم به سمت خدای بزرگ. خدایا این دل شکسته را جز دست های مهربان تو درمانی نیست،
و این دست بسته را جز از ابر احسان تو بارانی نیست. خدایا این قامت خمیده جز به شوق دیدار تو راست نمی شود و این تنها قریب جز در خانه تو به در خانه دیگر نمی رود. خدایا این قلب هراسناک و لرزان جز در دست های تو آرام نمی گیرد و این منم، من نفس من که سیاه است، غمگین است، ناپخته است و می خواهد که در کنار تو، در دستان تو آرام گیرد، پخته شود، گرم شود. این دانه به خاک نشسته را بی آب و آفتاب رها مکن ای خدای بزرگ و مهربان. این غریب خسته را بی ماهتاب لطف خود رها نکن خدای بزرگ و مهربان. این شب ها و این روز هایم را پر کن از خودت، از مهربانیت، از لطافتت که جز تو کسی را ندارم و عاجزانه به سوی تو دست های خالیم را دراز کردم. دست های خالی مرا ببین خدای بزرگ، دست های خالی مرا ببین که به سوی تو دراز کردم. من فقیر تو هم، من سائل تو هم. خدایا دست هایم را پر برگردان، قلبم را، وجودم را کنده کن از خودت، قلب و قلم و قدم و زبان و ذهن وجودم را برای خودت به حرکت درآور. حجة من الخصام صلواتك عليه وعلى بابا في هذه الساعة وفي كل ساعة دليلا عينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. امیدوارم توی لحظات قشنگتون که داشتید دعا میکردید ما رو هم بی نصیب نذارید. برای همه دردمندان، حاجتمندان، نیازمندان، پدرانمون، مادرانمون، خانواده هامون، همسرانمون، فرزندانمون دعا کنیم. دعا کنیم که انشالله هممون عاقبت به خیر بشیم، انشالله در این شبا و روزها مورد لطف و عنایت خدای بزرگ و همچنین آقا امام حسین و آقا ابوالفضل عباس و همچنین 14 نور مقدس قرار بگیریم. بنابراین بیایم عاشقانه دعا بکنید، ما رو هم دعا بکنید.
بسیار بسیار خوشحالیم که در خدمت شما خوبان هستیم، منتظر پیام های قشنگ شما هستیم، عکس هاتون، فیلماتون و یا هر آنچه که دارید که احساس میکنید ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و همچنین اون نامه های قشنگی که قراره به دست آقا امام زمان برسه اونها رو هم برای ما بفرستید. دوستتون داریم، دعاتون میکنیم، دعامون کنید. اینجا نایب و زیاره همه شما خوبان هستیم. یا علی مدد. سوارونم کن، میدونم که خیلی بنده بدم، از کس دیگه به جست و دم زدم، التماست میکنم به این شبا، ای خدای مهربون نکن ردم. کربلا دوباره مهمونم کن، من کبیرم خیس بارونم کن.